ممنونم. ممنون. آیا راه راحت و 100% مؤثری برای حفاظت از محیط زیست هست؟ این روزا ما آدما دغدغه‌های زیادی داریم. اجتماعی، اقتصادی، حقوق بشر، سیاسی و خیلی دغدغه‌های دیگه. اما بیشک کسی نمیتونه منکر این بشه که اگر محیط زیست مهمترین دغدغه انسان نیست، بیشک باید جزو مهمترین ها باشه. چون وقتی ما جایی برای زندگی کردن نداشته باشیم و منقرض بشیم، دیگه اصلا هیچ کدوم از دغدغه‌های دیگه‌ای که بهشون فکر می‌کنیم وجود نخواهند داشت. و خوشبختانه اکثر ما همین دغدغه‌های محیط زیستی رو داریم. نگران اینیم که آیا نسل‌های بعد ما جایی برای زندگی خواهند داشت. واضح‌تر بگم، نسل‌های بعد ما وجود خواهند داشت. این روزا افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و به طور کلی یک حجم بسیار زیادی از جوامع دارن روی محیط زیست کار میکنن. حفاظت از محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی. اما بیشک این فعالیت‌های محیط زیستی هرچند که دارن زیاد انجام میشن، اما حجمشون نسبت به اون چیزی که باید انجام بشه بسیار کمه. تازه علاوه بر مقدار این فعالیت‌ها، به نظر من حتی شیوه انجام دادنشون هم مشکلات زیادی داره. میدونم خیلی موسه که الان یک نوجوان 14 ساله اینجا وایسه بگه فعالیت‌های محیط زیستی که خیلی متخصصین دارن انجام میدن مشکل داره. ولی خب از قدیم گفتن حرف راست از بچه بشنو. یه دست به افتخارتون بزنین. این روزا محیط زیست شده یکی از دغدغه‌های مهم انسان. یعنی خیلی از ماها داریم تلاش میکنیم، یه سری فعالیت‌هایی رو انجام میدیم و یه سری کارهایی رو انجام میدیم. در واقع یکی از هدف‌های بین‌المللی شده. یکی از چیزهایی که خیلی از کشورها دارن برای حالا اینکه به یک موفقیتی درش برسن تلاش میکنن. اما همونطور که گفتم این شیوه های حفاظت از طبیعت در طی زمان تغییرات بسیار زیادی کردن. مثلا با توجه به قطار پیشرفت پرسرعتی که ما داریم، میتونیم الان ایران رو وضعیت مثلا 50 سال پیش، حداقل چند دهه قبل در یه جایی مثل اروپا در نظر بگیریم. الان تمام فعالیت های محیط زیستی تو ایران صرفا محدود بینه که هی داد و بیداد و کمپین و کارزار بزنیم و این ور بریم اون ور بریم، فلان جا رو تخریب نکنیم، فلان جا رو نسوزونیم، فلان جا معدن نزنیم، فلان جا سد نزنیم. همه شده اینجور چیزا. ترش هم از هر 5-6 تا یکی جواب بده یا نه. اما حتی شاید کشورهای مدرن دنیا که البته راهکارهای بسیار بسیار متفاوت، نوینتر و تاثیرگذارتری دارن ارائه میدن در رابطه با طبیعت، هم به یک راهکار دست پیدا نکردن که هم راحت باشه، هم کم خرج باشه، هم تاثیرگذاری بسیار بالایی داشته باشه و همین که لازم نباشه سالیان سال پیش رو بگیریم و فقط با یک مدت کوتاهی استارت زدنش خودش پیش بره. این راهکار آموزشه. این روزا تمام ما کمابیش به قدرت آموزش پی بردیم. همونطور که سالیان زیادیه که افراد، گروه ها، احزاب و کشورها در راستای منافع مختلف روی آوردن به آموزش. که این آموزش ها میتونن مثبت باشن یا منفی. آموزش مثبت قاعدتا میشه آموزشی که موجب تاثیرات مثبت در افراد و جوامع میشه. مثل همین آموزش های محیط زیستی. قطعا آموزش مثبتیه دیگه. اما آموزش منفی چیه؟ آموزش های منفی میشن آموزش هایی که دقیقا برعکس تاثیرات منفی در افراد و جوامع میذارن. مثلا در طول تاریخ هممون هم میدونیم بسیار داشتیم گروه ها و کشورهایی که در راستای منافع خودشون باورهای غلط، ناآگاهانه و خرافی در جوامع رواج دادن تا مردم رو تحت سلطه خودشون قرار بدن. اگر بخوایم بیشتر به اهمیت آموزش و کلن خود آموزش بپردازیم، به نظرم میتونیم آموزش رو به دو دسته تقسیم کنیم. آموزش های انتقالی و آموزش های اکتسابی. انگشته یه خورده بعض وقتا آره شمارش مشکل به وجود میاد. آموزش های انتقالی میشن همونطوری که اشاره کردن دوستان، میشن همون آموزش هایی که از فردی به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه.
اما آموزش‌های اکتسابی چیه؟ آموزش‌های اکتسابی آموزش‌هایی که خود ما کسب می‌کنیم، یعنی خود ما برای کسب کردنش تلاش می‌کنیم. مثلا مثال بزنم، وقتی ما تصمیم بگیریم یک کتاب راجع به اردشیر بابکان بخونیم، قطعا یک آموزش مثبتی رو خودمون کسب کردیم، کسی نیومده چیزی به ما آموزش بده، خود ما برای کسب کردنش تلاش کردیم. یا بالعکس میتونه منفی هم باشه. مثلا ممکنه برای اولین بار که ما به این نتیجه رسیدیم جغد چومه، چقدر ما کشور خرافاتی هستیم، اولین بار که مثلا یکی به این نتیجه رسیده جغد چومه، ممکنه به طور اتفاقی بعد فوت یه بنده خدایی بعد اومدن صدای جغد باشه. در این صورت اون فردی که این خرافه رو در واقع دریافت کرده، یک آموزش منفی رو باز دوباره خودش کسب کرده. یعنی آموزش های چه انتقالی چه اکتسابی میتونن منفی یا مثبت باشن. و به دلیل همین آموزش های اکتسابی هم هست که در طول تاریخ افراد بسیار زیادی داشتیم که در جوامع بسیار جاهل عاقل بودن. یعنی من همیشه میگم در جاهل ترین شرایط و موقعیت ممکن ما آدمای عاقل داریم، و در عاقل ترین جامعه عاقل ترین شرایط آدم جاهل داریم. اینا به خاطر همین آموزش اکتسابیه. مثلا یکی مثل داروین بزرگ، کسی که توی اون دوران که مردم در جهل محض بودن و مبلغان مذهبی با نظرات مزخرف خرافیشون داشتن جولا میدادن، تبدیل میشه به کسی که این روزا به عنوان یکی از اسطوره های زیست شناسی ازش نام میبریم. یه دست به افتخار داروین بزنیم. واقعا خیلی شخصیت کبیری بوده در طول علم، در تمام تاریخ. در مورد داروین یه خود بیشتر توضیح بدم، حیفه که واقعا تمام مردم داروین رو نشناسن. داروین در واقع کسی بود که نمیخوام بگم کشف کرد، در واقع دریافت کرد، متوجه شد یه سری از مطالب مهم رو که اصلا دنیای علم رو تغییر داد، دگرگون کرد. معروف‌ترینش تکامله که تایمی که اومد اصلا یک قوقای در دنیا به پا کرد، یک جنگی رو، یک انقلابی رو به پا کرد، تکامل یا انتخاب طبیعی و خیلی از مسائل دیگه که این روزها بیس علم زیستشناسی رو تشکیل دادن. همه ما هم تحت تاثیر این آموزش‌های مثبت و منفی قرار گرفتیم، چه خودمون بخوایم چه نخوایم، و قرار هم می‌گیریم. اما بذاریم بیشتر براتون از اهمیت آموزش بگم. میتونیم برای اینکه آموزش رو بهتر درک بکنیم باز دوباره به خودمون نگاه کنیم. ما ایرانی‌ها قبول نداریم یه درس عبرت جهانی. در واقع یه سری اتفاق در طول تاریخ برای ما ایرانی‌ها افتاده. وقتی ما ایرانی‌ها باورهای تاریخی خودمون رو می‌خونیم واقعاً شوک زده می‌شیم از اینکه اون زمان اونقدر قدیم چقدر با اصالت و چقدر آگاه زندگی می‌کردیم، چقدر شادی در ما موج می‌زده. یه بنده خدایی که به تازگی هم متأسفانه فوت شدن و واقعاً منو ناراحت کردن، جناب آقای فرد هرینگتون، از کارشناسان حیات وحشی بودن که توی ایران زمان قبل انقلاب خیلی کارهای مختلفی رو کردن و یک کتابی رو تألیف کردن و کارهای مثبتی کردن. یه دستم به افتخار ایشون بزنیم. فهم می‌کنم پارسال فوت شدن. جناب آقای هرینگتون یک مستندی ازشون ساخته شده، فهم می‌کنم ایرانی‌ها ساختن، از زندگی نامه‌شون و فعالیتاشون در ایران. یه توی این مستند آقای هرینگتون یه بار داشتن فهم می‌کنم به تخت جمشید نگاه می‌کردن و اون لحظه یه دیالوگ بیادماندنی گفتن. ایشون گفتن که زمانی که ایرانیان یه همچین چیزی رو ساختن، داشتن توی همچین تمدنی زندگی می‌کردن، اجداد من کجا بودن؟ داشتن تو جنگل گراز شکار می‌کردن. حالا چی شده ما از اون تمدن، از اون اصالت، از اون منش رسیدیم به اینجایی که الان هستیم؟ الان توی این برهه زمانی واقعا هیچ شباعتی به اون کشور پیشتاز قدیم نداریم. درسته از جهل، از جنگ، غارت و تجاوزهایی که توی کشورمون صورت گرفت بگذاریم، دوباره می‌رسیم به همین آموزش‌های منفی، همین جهل. درسته که ما شاید بتونیم آموزش‌های در واقع جهل رو نتیجه عدم آموزش بدونیم، قبول دارم گاهی وقتا ممکنه به دلیل عدم آموزش یک جامعه یه سری افراد جاهل بمونن،
اما واقعیتش خیلی وقتا به ما آموخته میشه که جاهل بمونیم، یعنی شرایط طوری نگه داشته میشه که ما نادون باشیم و از این نادون بودن خیلی سود میبرن، چیزی که برای ما ایرانی ها اتفاق افتاد. بیشک حکومت های قطعاً هیچکی نمیتونه انکار بکنه این رو که حکومت های چه در داخل ایران چه در خارج ایران تلاش کردن با جاهل نگه داشتن ما ایرانیان رو تحت سلطه خودشون قرار بدن. مثلا قاجار، یه حکومت جاهل مزخرفی مثل قاجار قطعاً از جهالت مردم سود میبرده. این قضیه ها ادامه داره، دیگه بیشتر از این ادامه ندم. فکر میکنم همین رو کافی باشه، همین درس عبرت کافی باشه که به قدرت آموزش پی ببریم. و وقتی آموزش اینقدر در طول تاریخ تاثیرگذار بوده حتی برای خود ما ایرانی‌ها، چرا ازش برای حفظ محیط زیست استفاده نکنیم؟ به نظر من این روزها علاوه بر سایر فعالیت‌های محیط زیستی که ما انجام میدیم، عمده فعالیت‌های محیط زیستی ما باید صرف آموزش و همراه کردن کودکان با فعالیت‌های محیط زیستی باشه. حالا چرا کودکان؟ 5 تا دلیل دارم برای این موضوع. دلیل اول این که به هر حال قبول دارم آموزش برای تمام اقشار و سنین جامعه نیازه و باید انجام بشه، اما یک فرد هر چقدر که بیشتر رشد بکنه ذهنش پر میشه از آموزه‌های مختلف، و به همین خاطر به نظر من این که ما از یک بزرگسال یک انسان عاشق طبیعت و حافظ طبیعت بار بیاریم و بسازیم در واقع به مراتب سخت‌تر از یک کودکه. یعنی کودکان به خاطر اینکه ذهنشون خالی‌تر از بزرگترها هستش، ذهنشون خلوت‌تر از بزرگترها هستش، خیلی راحت میتونیم اونها رو آموزش بدیم. برای اینکه این مسئله رو بیشتر متوجه بشیم میتونیم کودکان رو با نوجوانان مقایسه بکنیم. نوجوانایی مثل من توی همین مدت کوتاه بین کودکی و نوجوانی، خب خیلی مدت کوتاهیه، اما توی همین مدت ذهنشون پر شده از آموزه‌های مختلف و به همین خاطر باورهای مختلفی تو ذهنشونه، و به همین خاطره که حداقل برای من خیلی سخته این نوجوانو متقاعد کنم، خیلی سخته که به یک نوجوان یه چیزی یاد بدم. البته خب کلا ما نوجوانا توی این برهه زمانی فکر میکنیم که از تمام عالم بیشتر حالیمونه، چیز طبیعیه. دلیل دومی که میخوام بگم اینه که عشق به طبیعت در ذات همه ماست، قطعا در ذات همه ما نهادینه شده، اما خب در کودکان این بیشتره. چرا؟ چون اونها هنوز وارد جامعه طبیعت ستیز انسانی نشدن، به همین خاطر آموزش بخشی از طبیعت بودن و دوستی با طبیعت خیلی در سنین کودکی راحت تره. دلیل سوم، اگر چیزی در کودکی به ما آموخته شود در ناخودآگاه ما قرار میگیرد و به احتمال خیلی زیاد تا همیشه همراه ما خواهد بود. به خاطر همینه که خیلی ها میگن تجربیات و آموزش هایی که در دوران کودکی برای ما اتفاق میفته میتونه شخصیت ما رو شکل بده. فلزا به نظر من یک کودک حافظ طبیعت تا انتهای عمرش حافظ طبیعت خواهد بود. دلیل چهارم این که من یه خورده سریع تر بگم. دلیل چهارم این که کودکان بسیار قدرتمند هستن و با وجود اینکه خیلی کوچولو هم میتونن تغییرات بسیاری رو ایجاد بکنن. در واقع کودکان اوضاع رو بر پایه مراد دلشون تغییر میدن و به همین خاطر نقش بسیار زیادی رو میتونن در همراه کردن بزرگترها با فعالیت‌های محیط زیستی ایفا کنن. و دلیل پنجم این که کودکان نسل آینده هستن، همون نسلی که ما برای اینکه زندگی خوبی داشته باشن تلاش میکنیم. و چقدر عالی اگر ما یک نسل محیط زیستی به بار بیاریم، نسلی که همشون عاشق و حافظ طبیعتن. اینجوری اونها هم نسل بعد خودشون رو عاشق و حافظ طبیعت بار میارن و این چرخه ادامه پیدا میکنه. این یعنی حفاظت آموزش پایدار. اما درسته که ما میتونیم با آشنا کردن کودکان با طبیعت و محیط زیست به نتایج بسیار خوبی برسیم، اما یه چیزی اینجا جا مونده، چیزی که فکر میکنم گل صحبت منه.
یک مسئله، یک پیوند، یک راه اتصالی هست که سالها فراموش شده، چیزی که در دنیا به ندرت آموزشش میدن، چیزی که اگر باشه به نظر من ما میتونیم به یک پیشرفت عظیمی در تمام به قولی مواردی که توی یک جامعه بهش نیاز داریم برسیم. در واقع این پیوند راه اتصال انسان به طبیعت، عشق، عشق گم شده انسان به طبیعت، این چیزیه که هممون یادمون رفته، چیزی که سالهاست نیاز داریم یکی بهمون آموزش بده اما آموزشش انجام نمیشه. این عشق به طبیعت واقعا چیز مهمیه، چون ما آموزش‌های محیط زیستی رو در تمام دنیا داریم از جمله همین ایران. درسته حجمشون خیلی کمه و من از این قضیه خیلی ناراحتم، اما آموزش عشق به طبیعت عملا انجام نمیشه. درسته که میگم اینها اهمیتشون دارن، اما من یه سوال بپرسم، چه آموزشی میتونه یک فرد حیوان آزار از کارش منصرف بکنه؟ چی بیایم بگیم؟ یک مثلا حیوان آزار بگیم، بگیم نکن حیوان جون داره، بگیم نکن حیوان درد میکشه، حق زندگی داره، اینا چیزیه که باید با کسی گفت؟ اینا چیزی که خلأش اینجا احساس میشه همین عشقه. میدونید تمام افراد تخریبگر عشق به طبیعت رو فراموش کردن. چطور ما میتونیم از چیزی مراقبت کنیم که دوستش نداشته باشیم؟ کدوم یکی از ماها اجازه میده به یکی بیاد خونه‌ش آتیش بزنه؟ کی میاد اجازه میده؟ کی میاد مثلا رو در و دیوار خونه خودش یادگاری بنویسه؟ کی میاد حیوان خونگی خودش رو بی دلیل بکشه؟ هیچ کس قطعاً، مگه اینکه طرف مشکل روانی داشته باشه دیگه، چیکار میشه با یه همچین کسی کرد؟ اما خیلی راحت میتونیم هر بلایی که دلمون بخواد و سر حیات و سر طبیعت در بیاریم. این به این دلیله که ما هیچ، یعنی اون افراد تخریبگر هیچ احساس مسئولیتی به طبیعت، به محیط زیست، به حیوانات ندارن، چون در واقع هیچ احساسی به اینجور چیزا ندارن. فراموش کردن که طبیعت خونه ماست، حیوانات همسایگان ما هستن. ما افراد بسیار باسواد در حوزه محیط زیست زیاد داریم، اما به ندرت آدم عاشق دیدم و به همین خاطر فکر میکنم یعنی منظورم این که عاشق طبیعت کم داریم، این مسئله خیلی گم شده و کسی آموزشش نمیده. در واقع فکر میکنم ما اصلا نیاز داریم هممون این عشق به طبیعت رو در خودمون بازیابی کنیم. ما آدم عاشق طبیعت زیاد داریم، کسی که خودشو عاشق طبیعت بنامه، از جمله خود من، که این ما میتونه کوهنوردا باشن، طبیعتگردا باشن، عکاسای طبیعت باشن، پرنده نگرا باشن، هر کسی که با طبیعت سر و کار داره. و دم این افرادم گم که باز یک بخشی از عشق به طبیعت رو در خودشون احیا کردن، اما به نظرم کافی نیست. میدونین چرا؟ چون بارها شده که با یک طبیعتگر، با یک پرنده نگر خودم شخصا رفتم بیرون و دیدم طرف اجتناب میکنه از اینکه رو سنگ بشینه. به همین خاطر ما عاشق واقعی طبیعت متاسفانه کم داریم و به نظر من اگر میخوایم توی حفاظت از محیط زیست به جایگاه خوبی برسیم، به شرایط خوبی برسیم، باید در وهله اول عشق به طبیعت رو در خودمون احیا کنیم و در کودکان گسترش بدیم، چون اونا اینو دارن، و بعد از اون بریم سراغ آموزش نکات کلیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست. اینجوری ما میتونیم به یک پیشرفت بزرگ در زمینه حفاظت از محیط زیست برسونیم و بعدش هم میتونیم خیالمون راحت باشه که ما سیار ارزشمندمون رو حفظ کردیم و یک نسل آینده بسیار محیط زیستی و طبیعت دوست داریم که خودشون مراقب طبیعتن. راستی خیالتون راحت، ما همه با هم تأثیر گذاریم.